뭐라 하자 몸이 길래. 살롱. 살롱. حالا جامعه همچین بیمارستانی ندیدم، نمیدونم. خودم مریضم، اونو دارم برگه هم پر میکنم. بیا ببین تو برگه هم. ما دیروز رفتیم یه جا غذا خوردیم، نه دیروز هم صبح. بعد غذای مسموم بود، از صبح تا حالا هرچی میخورم نگرمه میدارم ندارم. بعد حالا هم بده دیگه همش بیم بیم دکتر ببینم دکتر چی میگه. میدونی مثل آدم های مست الان حالا که خیلی مستن اینجور اینجور میشه. نمیدونم چه سمی بود تو این غذا ولی سم خوبیه. چرا من شما اوکی بچه ها متاسفانه مهرداد یه ذره مریض شدش، مجبور شدیم نصف شب پاشیم بیایم بیمارستان. اولین بیمارستانی که پیدا کردیم فقط اینجا بود. بعد یه مشکلی که هست اینجا اصلا شبیه بیمارستان نیستش. نمیدونم چرا آب این پشت یه دونه سگ هستش. تا حالا تو عمرم همچین بیمارستانی ندیدم، نمیدونم چون شاید کوچولوه اینجا اینطوری. حالا نمیدونم داستان چیه. امیدوارم که حالا مرشدو بتونن زودتر خوب کنن و از اینجا سریعتر بریم. دیگه سریع گفتیم بیم هر اولین بیمارستانی که بود ما رو آوردن تاکسیه. دیگه اومدیم اینجا. نمیدونم حالا چی میشه ولی فکر کنم یه آمپول مامپولی بهش بزنن و بریم دیگه خونه. اینا هاش سگی. خدافظ ما رفتیم. مرشد خدا رو شکر زود داریم میریم از اینجا. آره فقط باید سریع بیای برسم خونه مگنم بیام برو. باشه بودو بین سوپ و دو مشنبا دادن بهمون که بدیم به ایشون. چند بار بهت گفتم بیا بریم تو آب گرما زده نشو. چند بار بهت گفتم تو رستوران نریم غذا بخوریم. گفتم غذاش خوب نیست. تو گفتی نه خوشمون غذا بخوریم. باشه دیگه اونجا نمیریم ولی تو هم باید بیای. با رستورانه دارم دعوا میکنم. خب بچه ها حالا یه چیز جالب بهتون نشون بدم. اینجا سوپاشون رو اینجوری میریزن توی بوشنبا. یعنی هر کسی این سوپو بخوره مستقیم میره بیمارستان. بچه برنج شفته است. بو نکن فقط نگاش کن برنجه. چرا برنجه؟ روش زده سوپ. سوپ برنجه گفت سوپ ولی این برنج شفته است. گفت سوپ. Anyways ببینیم صبح پاشیم ببینیم چه روز قشنگی رو شروع میکنیم. مرشداد بخواب صبح زود که پاشدی قشنگ حالت خوب باشه اوکی؟ خب ما داریم موو اوت میکنیم یه جای دیگه. مرتضی خدا روش خوب شد گفتیم یه جای دیگه بریم که دیگه کلا همه چی عوض شد. تاکسیمون اومد داره اینا رو میبره. بعد مرتضی بریم. چی شده؟ بریم یه هتل جدید. بریم هتل جدید ببینیم که کجا میره. اوکی. Thank you so much. Bye bye. Thank you. Bye bye. چا من برم بشینم و بعد دیگه ببینیم این هتل جدیده کجاست. اومدیم توی چیه جدیدمون؟ خونه جدیدمون. خونه جدیدمون با این ماشینا میبرن و قارقارکه چمدونامون هم ریخته اونجا. این پشت هم این چمدونه منه که پشت نمیذاره من درست بشینم اینجوری احساس کنم اومدم تو دوربین. آره. من هنوز احساس مریضی دارم از مریضیم ولی خدا رو شکر ولی دارم خیلی بهتر میشم. ولی خوب شدی الان دیگه وقتی همین اومدیم یه جای جدید دیگه کاملا روحیت باز شد دیگه الان باز شد مشتا تو راننده رو بگیر.
this building, you can go to swimming pool downstairs and a pizza restaurant. Okay. And you can walk to the beach about 5 minutes. خبر نداره ما خودمون این هتل رو بهتر از خودش میشناسیم به خاطر اینکه این بار سومی که داریم میایم اینجا. Exactly. دقیقاً. داریم ببینیم این سری تو این ساختمون جدید اینجا نبود. البته تو این ساختمونش نبودیم، ولی تو اون ساختمون اولیه بودیم. البته ما اینجا رو بیشتر دوست دارم چون مستقیم موتورمون هم میتونیم همینجا پارک کنیم و بریم تو. مثل سریال قبل مجبور نیستیم بریم تو پارکینگ تو. برو بریم پس. خب. برو عکس. خب. اینو بده من کمکی بیچاره زنه کنم. این چمدونامون سنگین تر از خودشه. من همیشه یه تریکی میزنم. اونم اینه که اینجوری میزنی. این تریکو میزنی. همه چیو پرت میکنی زمین. اینجوری اینا رو اینجوری میبرم. اینو میزنم روی اینجا که دیگه نخواب اون همه بند بزنی. اوکی. بح بح بح. اینجا دیگه یادتونه دیگه. چیز سپیشالی نداره دیگه. خب رسیدیم خونه جدیدمون. یه ذره settle down بشیم و دوباره شروع کنیم این امروز به کجا میره. خب چی بود؟ نمیدونم سگ بود. ما هر موقع رو موتور میشیم یا یکی میخوره زمین یا یه اتفاقی میفته. ولی بچه ها چکینمون رو کردیم، اتاقمون رو گرفتیم، حالا گفتیم چیکار کنیم؟ هیچی نداریم غذا بخوریم اونجا و خودمون غذا درست کنیم. حالا داریم میریم خرید. بریم خرید. هتل بعدی که میایم اینجا بچه. اینجا فول بودش، میخواستیم اول اینو بگیریم ولی نشد. Next time. بریم Next ببینیم چیا میتونیم بخریم. بیایم تو خونه. میخوام غذا درست کنم. مو میگیره. که برای اینکه سگا رو بندازی دنبال خودت. چطوری میکنی پامو گاز میگیره؟ اومدیم برای خونه جدیدمون خرید خونه کنیم. اول کدو احتیاج داریم. کدو میخوایم چیکار کنیم؟ ببین کدوهاش نفرین شده است. نگاه کن قیافش یه لحظه. چرا اینجوریه این کدوها؟ نمیدونم ولی چقدر با حال همه چیز اینجوریه. ها؟ چقدر فرق داره شاپینگ اینجا. بعد قیمت ها هم اینجا سوپرمارکت بیکسیه. قیمت هاش نسبت مثلا به میوای بیرون گرون تره. میوا رو از گاریا بخرید اگه اومدید تایلند. خب چی احتیاج داریم الان بریم بگیریم؟ چی ها گرفتید الان؟ تخمه ها گرفتید؟ دیدم من کالباس خریدم و یه روغن کوچولو و نون. هر کسی بسکت خودشو داره. این چیه؟ نمیدونم. چقدر 2570 بعد؟ 300 بعد. فکرم زده 2570 بعد گفتم اون مالکات چه خبره؟ اینا چیه؟ نمیدونم. آبا این گریپ فروده. آه همونه دیگه، این اونه. گریپ فروت بین گندگیه. آره دیگه. اینا فرق داره یه ذره. What's this? فومیلو. آه. چی بود؟ فومیلو؟ ملون. یه همچین چیزی بود. اگه تو فهمیدی منم فهمیدم. انواع اقسام اسنک های ماهیجات. میخوری مرداز؟ عمرن. بچه اینو ماهی خشک شده است. اینم و ریش ریش شده است. میذارن جای مثلا چیپس و پفک از اینا میپارن. یه سری از اسنک هاشونانه. بعد مثلا اختاپوس خشک شده هم هست. این عروس دریاییه. عروس دریایی خوش شده. خوش شده. خوش شده. و این نمیدونم چیه. خیلی دوست دارم بدونم. چی؟ این این این, این هشت پایه ببین. این پای هشت پای کوبیده شده است. اینه کباب برگ اون هست میکوبن گوشتشو. این اونجوریه ولی پخته شده نیست. ما پفک نمکی داریم، اینا جلبک نمکی دارن. اینم که اسکویده دیگه، درسته؟ آره اسکویده. اینا کنی بچه این اسکویدا رو خوش کردن و کردنشون مطمئن نه پخته نه هیچی، فقط خوش شد. این اینا رو ما بخوریم سنگکوب میکنیم. من نمیدونم چه اتفاقی برای معده‌مون میفته. عادت نداریم. من فکر کنم اینا رو بزنیم بس دراگ میمونه برامون. اگر که دوست دارین یه دونه ویدیو بسازیم واسهتون و تمام این خوراکی‌های تایلندی رو چک کنیم، باید لایک این ویدیو برسه به 3000 تا و تو کامنت ها هم بنویسید حتما تا ما براتون بسازیم. فقط این کار رو باید تا زمانی که ما توی تایلندیم انجام بدیم. دقیقا. و همه چیزهای خرچنگ و
اکتاپوس اینا رو میدم مهداد بخوره شما بخندید لایک کنید 3000 تا شو باشه دیگه بچه ما بریم خریدمون رو بکنیم ولی حالا چیزای دیگه هم دیدم خوشگلو براتون میگیرم دستمالمو باد برد مهداد صبح بخیر برعکس توضیح بده الان چی کار کردیم چه روزیه الان صبحونه خوردیم بعد از یه مریضی خیلی بدی که داشتم تقریبا میشه گفت اولین صبحونه یه که خیلی قشنگ خوردم صبحونم و الان احساس خیلی خوبی ندارم به خاطر اینکه آیسان گیر داده بود میگفتش که بیایم بیرون صبحونه بخوریم یعنی تو بالکن هرچی داشت بیام گرمه دارم میمیرم یه لحظه نگاه کنیم بیرون رو بذاریم کی آدم ور میکنه این ویو رو و میره تو اتاق میشینه ببین اتاق خونه که اینجا بگی خب عشقم برات در رو باز گذاشتم کولر بیاد کولر خنکت کنه بچه ها میدونستی اگر تو تایلند یک روز یا دو روز نه دو روز بستگی به بدنتون داره اما اگه دو روز کامل کنار دریا را برید توی تابستون و آب نخوری میمیری یعنی اینکه کلن سریع تر از هر جای دیگه از دنیا بدنت دیایرت میشه و آب بدنت از دست میره خب بچه ها الان دیگه صبحونمونو خوردیم و گفتیم چی کار کنیم که یه ذره سرحال بشیم گفتیم بیاییم توی استخ اصلی هتل که دابل اینفینیتی پول داره و به این قشنگیه یعنی شما وقتی میایید توی این آب انرژی نمیگیرید؟ بریم بریم انرژی میگیریم یا نه؟ یخ آمرش ولی خوبه انرژی داره ولی عوضش یه چیز دیگر میخوام بهتون نشون بدم با من بیاید استخر این پایین این خیلی خفنه گوده قشنگ اونجا کوچولو هست ولی گوده ولی خیلی حال میده مثلا یه صندلی هم از وقتی آفتابی میشینی قشنگ تو آب چیل میکنی آفتابتو میگیری مرتب انقدر ریخت و خوش کرد ببین 5 نفر آدم اومدن تمیز کنن کلیدو پیدا نمی کنی؟ کجاست بونه داره تو؟ نمیتونم برو نگاه کن دقیقا پیدا کردی؟ هر موقع آدم یه چیزی یا همون لحظه میخواد نیست ولی میدونی کجا پیداش کردم؟ کجا بود؟ حدس بزن نمیدونم شما هم حدس بزن اینکه دارین ویدیو رو میبینید کجا بود؟ تو جیبم دروغ میگی آم مای گاد خیلی خنگی گوشیم تو جیبم بود اینم اینجوری بود خب اینجوری توی جیبم بود من اینجوری دست کردم این ور جیبم ولی این ور جیبم مرتضی are you playing games with yourself چرا اینجوری قرص میخوری؟ اول آب میذاری توی دهنت و قرص رو میندازی تو آبا بعد که قرص رو گذاشتی تو آبا آب رو میخوری رو آبه و قرصه ها؟ آره؟ آخ اوه پام چته؟ ببین نریز آبا رو زمین پام خورد تو تخت همین چرا فرار میکنی ازم من امروز اصلا حال ندارم من احساس میکنم که دوست دارم برم بیرون دوست دارم برم یه جایی که خودم تنها باشم آیسان نباشه هیچ کسی هم نباشه مثلا یه جایی مثل لب دریا بشینم اینجوری لب دریا بعد یه مثلا آب میوه هم دستم باشه هی آب میوه بخورم بعد به افق خیره بشم
من اینجا نخوابیده بودم گفتی پاشو بیا بریم. ببین جامم هنوز اینجاست. تو نزدی این همچین حرفی؟ نه. یعنی پس من این همه خوشگل کردم که الان بگی میخوای بری تو افق بشینی؟ نه الان که نگفتم دلم میخواد برم یه همچین جایی، نگفتم الان میخوام برم. مرتاد make your mind up. چی؟ make your mind up. آفه الان مایند من. آره دیگه بچه، امروز یه مشکلی که داشتم هیچ جا پول چنج نمیکردن. پول چنج نمیکردن. این پول انگلیسیه بچه ها ناکنید، یعنی این 50 پوندی قدیمی هست. خب تو این ما که تو تایلند بودیم دستور دادن تو یوکی دیگه اینا استفاده نمیشه تا 3 ماه دیگه. یه لحظه ناکنید بچه ها، این یه پول تایلندیه، این یه پول انگلیسیه، یعنی بتو پوند. این بزرگترین اسکناسه تایلندیه، این بزرگترین اسکناس انگلیسه، یعنی ما بزرگتر از 50 پوندی نداریم. با قد و قواره رو نکن اصلا، اما این دفترچه خاطرات میمونه اینقدر بزرگه. و الان اینا تبدیل شده پلاستیکی شده مثل فولای دیگه. بعد نمیدونم الان تمیزشون میکنم. بعد دیگه هر جا رفتم گفتن نه قبول نداریم. بعد دیگه مجبوریم با کارت بکشیم بیرون. میخوام امروز ببرمتون بهشت. این پشته، بریم در بزنیم ببینیم کی در رو باز میکنه. ببین سبون لختم بزن لباس بپوشم منو در رو میکنم. باش دیگه. سلام. سلام، خوبی چطوره؟ خوبی؟ متشکرم. چه خبره اینجا؟ اینجا بهشته واقعا؟ آره بیا تو، بیا تو بهشت. واو، بیا تو، بیا تو. پس چرا بهشت تو شب این بر؟ خیلی خوش اومدید واقعا به بهشت. هم شما این بهشت 12 ساعت چیزه، اختلاف ساعت داره با اون دنیایی که شما توش هستید. نه بابا. آره اینجا برق رفته متاسفانه الان. آره اینجا مشکل پر آبی داریم، برقا میره و عرضم به حضورتون که برقا رفته ولی چند ساعت دیگه قشنگ روشن میشه اینجا همه چی. حالا یکی از هوری های بهشتیمون اومده کنید سرمون تا نشونتون بدم. این طرف هم اینجا هوری های بهشتی هستن با دوست پسرشون. اینجا زندگی این بر بهتره یا اون بر؟ زندگی این بر خیلی خوب. حاضر نیستم زندگی این برمو بدم به زندگی اون برم. بیا بریم یه صندلی تو بهش بگیریم حالشو ببریم. یه ذره نمیرم اون بار در احالی بهشت رعایت نمی کنم. اخلاقیت ندارم تو بهشت انگار. خواهم میان تنه بزنم برادر ها. خدا پشت و پناهتون آرومتر. من که رفتم توی آب. تو هم رفتی؟ منم رفتم. بله عجب آب زلالیه کنار این ساحل خیلی خفه. کنار؟ کنار نداریم. بیا بریم تو روشنی ها. تو روشنی ها بریم کنار ساحل خفن. تو صندلی پلاستیکی میشه از به دو تا آبجوی چانگ و یه کوکونات. نظرت چیه؟ نظرم مصاحب واقعا خیلی خوبه اگر که این کار انجام بدیم. این صندلی هایی هست که اینجا میبینید، این صندلی ها انقدر حال خفن و خوبی داره جلوی این دریا که اگه بری بشینی توی یه رستوران 5 ستاره خفن لاکچری این حالو بهت نمیده. انقدر خفنه. بفرمایید. میشه این درخت رو وز کنیم تو خونمون؟ با همینا؟ ایناشو میشه وز کرد تو خونمون، درخت رو نمیشه. چه درخت رو وز کنیم خودمونو وز میکنه تو خونه. چقدر باد هست امشب. ولی اشکال نداره، خیلی هوا خوبه. تا میاد آیسان آویزون این بشه به چرخه ما بریم یه استراحتی بکنیم بیایم تو بهشت. برمیگردیم. حتی آیزان خانوم توی بهشت دارن فشفشه میزن. فایرورک فشفشه.
بیله چی میگفتن زده هوایی؟ Fireworks, I don't know. نه فارسیش نمیدونم. ترقه بهش میگفتن؟ ترقه ترقه هوایی. اگه ترقه هوایی بهش میگن؟ I don't know. یادم بندازید بچه اگه میدونین اتا من بنویسید بهش.